تهدید افزایش تعرفه علیه مکزیک بار دیگر شاخص های سهام در بازارهای دنیا را به سراشیبی سقوط انداخت به نام ناطقی از نیویورک در این ارتباط گزارش میده بهنام؟ نام آقای ترامپ تهدید کرده بود که اگه مکزیک جلوی عبور غیرقانونی قانونی پناهجویان و آوارگاه را از مرز آمریکا نگیره واردات این کشور 5 درصد تعرفه جدید میبنده ارزش سهام و اوراق قرضه سوپ جمعه امروز در سراسر دنیا با این خبر سقوط کرده و بر نگرانی ها در باره رشد اقتصاد جهانی دامن زده صبح دیروز ولی سهامداران در بورس نیویورک تلاش کردند نگرانی از تاثیر تعرفه ها و نبرد بازرگانی دوغول اقتصاد جهان آمریکا و چین رو پشت سر بگذارن و شاخص ها اندکی بالاتر از روز گذشته روز رو شروع کردن اما در پایان روز دیدیم که افزایش شاخص های اصلی ارزش سهام از سوی کارشناسا به حرکتی تعبیر شد به سوی تثبیت بازار که در روزهای قبل از اون پرتلاتون بود و سقوط داشت موقعی که بورس نیویورک به کار خود پایان داد سه شاخص اصلی حدود 18 صدم درصد تا 27 صد درصد افزایش داشتند اما در اون ساعت رئیس جمهوری آمریکا هنوز تهدید خود علیه مکزیک رو توییت نکرده بود خبرگزاری ها بلا فاصله بعد از انتشار توییت رئیس جمهوری گزارش دادند که شاخص بازارهای فیوچرز یا تعهدهای خرید در آینده دست کم یک درصد سقوط کردن همون دیشب. صبح امروز هم بازارهای اروپا با کاهش کار خودشون رو شروع کردن در حالی که سرمایه گذارها پولهای خود رو به دارای های امتر منتقل کردن از جمله به اوراق قرض دولتی طلا ین نژاپور ارزش برابری پزو پول مکزیک نسبت به دلار دو هفت درصد پایین اومد چون کارشناسان نسبت به توانایی مقاومتی اقتصاد مکزیک تردید دارند شاخص ستاکس از اروپا یک و سه درصد سقوط کرد سهام دویچه بنک دو نیم درصد پایین اومد شاخص داکس آلمان که شرکت های صادراتی بیشتری توش هست یک و درصد سقوط کرد سهام فوتسی لندن یک درصد پایین اومد در این میان سهام کارخانجات خودروسازی از جمله جنرال موتورز و فورد و کارخانجات اروپایی که بیشتر در برابر مقررات بازرگانی آسیب پذیر هستند سقوط بیشتر ایجاد چون تمام این کارخانه ها چه در آمریکا چه در اروپا تولیدهای گسترده در مکزیک دارند شاخص S&P 500 در این ماه 5 درصد سقوط کرده. محاسبه ای که دویچه بنک آلمان انجام داده نشون میده که تعرفه های رئیس جمهوری آمریکا تا حالا برای بازار سهام در آمریکا نزدیک به 5 تریلیون دلار ضرر داشته رو کاغذ البته ولی ضرر اصلی همچنان در راه است چون بازگشت سود همیشه از افزایش ارزش سهام و اوراق بهادار ناشی میشه سقوط شاخص ها در بازار بلا بر این گزارش چندین تریلیون دلار هم به طور غیر مستقیم از درآمد آتی سهامدارا کم خواهد کرد ممنون از توضیحات و گزارش شما بهنام ناطقی مستقیم از نیویورک